برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جاوید، در رابطه با محدودیت‌هایی که طالبان برای شیعیان پس از تسلط دوباره بر افغانستان اعمال کرده، لطفاً توضیح بفرمایید. با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان شما، بسیار زیاد تشکر که باز هم وقت دادین تا از مشکلات مردم افغانستان به خصوص شیعیان افغانستان خدمت شما چند موضوع را عرض کنم. خدمت شما عرض کنم که طالبا، نفس با وجود آمدن طالبا به خاطر حذف شیعه‌ها و هزارها از افغانستان بودن و متاسفانه بعد از اینکه در دور دوم طالبا قدرت رسیدن، تمام مسئله مذهبی شیعه‌ها را کلن محدود ساخته، مکاتب دیگر نمیتونن بچه ها درسای شیعه جعفری بخوانند، در دانشگاه مضامینی که مربوط به شیعه هست برداشته و تمام مسائل شرعی و که باید از طریق دولت حل میشد اونا رو کلا حذف کرده و فعلا شیعه افغانستان در هیچ قدرتی سهم نیست و هیچ رعایت بر اصل اصول فقه شیعه در افغانستان امکان نداره و نیست و طالبات به هیچ وجه به اجازه نخواهد داد که شیعه در افغانستان حضوری سیاسی و اجتماعی پررنگ داشته باشد. بله، جامعه شیعیان چه نگاهی به طالبان و عملکرد آنان دارند و آیا در بین شیعیان افرادی هستند که با رویکرد طالبان موافق باشند؟ خب یک وقت که مردم افغانستان همه و بالخصوص مردم شیعه افغانستان و هزارها به یک نحوی اسیر طالبان هستند و باید با طالبان سازگاری داشته باشند، بنابراین در ذاتش که خب طالبان برای هزارها و شیعه هیچ گونه فرصت نمیتن که حضور سیاسی و اجتماعی داشته باشند و فقه جعفری و رسمیت شناخته شد، خب قطعا همه از اینا ناراضی هستند، ولی خب از یک طرف مجبور است که با این ستم بسازند. من فکر می‌کنم که فعلا یک ساختار بسیار همطور کاذب وجود آمده، منتها قسمت دومی سوال شما کسایی هست که از اینا راضی باشند. متاسفانه در هر جامعه مخصوصا در افغانستان هم افراد و اشخاص وجود داره که اونا متاسفانه از افراد های چاپلوس هستند که قوم و مذهبشان را به خاطر یک امتیازات بسیار کوچک مفروشند. شما میبینید که در این ملاقات سید شریف بلخابی رفته با اینا مذاکره کرده و در این مذاکره با اینا موافقت کرده که یک سلسله مشکلات شیعه حل شده، ولی من فکر نمیکنم چیزی حل شده باشه. و یک کسی دیگه هست هم به نام سید حسین سید عیسی مزداری که اونا سر مکمل اختیار طالبان قرار گرفته و میکنه و حتی از بخشی از بعضی از افرادای شیعه‌ای که در اونجا مثلا یک مقدار تاثیرات مردمی داره و قبلا در یک دولت کار کرده، حتی اونا رو به طالبان گزارش میده، یعنی در واقع کاملا در اختیار طالبان قرار گرفته، ولی این دوره بسیار موقت خود بود. بله، ولی متاسفانه افرادی هست که در اختیار طالبان قرار گرفته. بله، ممنونم از شما سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت.